مردی که باید بین شیرینی رویا یا تلخی واقعیت یه انتخاب خیلی مهم بکنه. گیلاسیا سلام. امروز فیلم ماتریکس 1999 نسخه اولش رو آوردم. یکی از فیلم‌هایی که سینما رو کلاً تغییر داد، یه ایدئولوژی فلسفی خیلی مهم تو ذهن مردم جا دادش و هنوزم که هنوز بارها و بارها در موردش میشه صحبت کرد و هر سری هم یه درک مختلف از دنیای واقعی و دنیای مجازی به دست آورد. فیلمی که واقعاً مغز رو میپاچونه و باعث میشه تمام حقیقت رو زیر سوال ببرید. بریم ما فیلمو ببینیم، حتما تا آخرش گوش کنید. حواستون به اسپول و کامرو صحنه وحشتناکش هم باشه. با شروع فیلم یه سری مأمور پلیس در حال تعقیب دختری به اسم ترینیتی میبینیم. این دختر خیلی مبارز حرفه‌ای هست و با یه سری حرکت خفن همه رو شکست میده و در میره. حالا یه سری مأمور با کت شلوار و عینک مشکی سر میرسن. اونا مثل ترینیتی حرکات عجیب و خارق‌العاده انجام میدن. ترینیتی با دیدن یه باجه تلفن میدوه و بی توجه به مأموری که با کامیون سمتش میاد تلفن رو دست میگیره. کامیون به باجه میخوره، اما انگار ترینیتی از قبلش ناپدید شده. حالا میریم به طرف دیگه، شهری به اسم مگاسیتی. هکری به اسم توماس اندرسون پای کامپیوتر خوابش برده. لقب این هکر توی کامپیوتر نئوه و یه رفه خود به خود روی صفحه نوشته میشه که ماتریکس تو رو پیدا کرده، خرگوش سفید رو دنبال کن. نیو از خواب میپره و با دیدن صفحه یکم گیجه، یکی در میزنه و از مشتری های نیوه که درخواست یک کارت جعلی داده، اونم زمان تحویل کارت، متوجه تتو خرگوش سفید روی یکی از دخترها میشه و تحت تاثیر جمله‌ای که رو کامپیوتر بود دنبالشون راه میفته. با هم به کلاب میرن و وسط عشق و حالن که یه رفه دختر اول فیلم یعنی ترینیتی سر میرسه. میاد طرف نیو و در گوشش میگه من حقیقت رو در موردت میدونم، میدونم دنبال چی و باید بدونی که مهمترین کار اینه که جواب سوال رو پیدا کنی. ماتریکس در اصل چیه؟ وقتی به اندازه کافی دنبالش بگردی خود ماتریکس میاد سراغت رو پیدات میکنه. نیو گیج شده و معنی این اتفاقا رو نمیفهمه. روز بعدی میرسه و به اداره رفته تا کار روزمره کارمندیشو دنبال کنه. مطابق این تفاوت که بسته براش ارسال میشه و یه تلفن هم داخلشه. همین لحظه زنگ میخوره و نو جواب میده. پشت خط مردی میگه من کسی هم که مدت هاست دنبالشی، اسمم مورفیوسه، چند نفر اومدن دنبالت. نیو چند تا از مامورهای سیاه‌پوش میبینه که وارد اداره شدن و با راهنمایی مورفیوس سریع راه مخفی میخواد فرار کنه، اما ارتفاع ساختمون زیاده و خیلی میترسه و همین باعث میشه گیر مامورها بیفته. نیو رو به اتاق برای بازجویی میبرن و مامورها برای صحبت میان پیشش، بهش کلی جرم سایبری میچسبونن و در آخر میگن اگه کمک کنی تا یه خلافکار به اسم مورفیوس رو گیر بندازیم آزادت میکنیم. اما نیو که به هیچ کس اعتماد نداره انگشت وسط نشون میده و میگه میخوام از حق یه دونه تماس تلفنی استفاده کنم. مأمور با لبخندی میگه تماس تلفنی چه فایده ای داره وقتی نتونی صحبت کنی. یه دفعه دهن نیو به شکلی وحشتناک دوخته میشه و مأمورها به زور میندازنش روی زمین. حالا یه ربات شبیه حشر روی شکمش میندازن و اونم با سرعت وارد ناف نیو میشه. مرد حسابی وحشت درسته با فریاد یجاش میپره و میفهمه همش انگار کابوس بوده. تلفن خونه زنگ میخوره و باز مورفیوس پشت خطه. میگه اگه میخوای منو ببینی همین الان یه پل توی خیابون آدامز و برو اونجا. اونم همین کارو میکنه و به محض رسیدن ترینیتی با دو نفر با یه ماشین سوارش میکنن. ترینیتی میگه یکم درد داره و به زور دستگاه روی شکم نمو میذاره. جریان برق فعال میشه و میفهمیم اون صحنه بازجویی توی خواب نبوده، بلکه واقعا یه ربات مثل حشره وارد شکمش کردن. رباتی که حالا ترینیتی با دستگاه درش میاره. بعدم توضیح میده که این دستگاه ردیاب مامورهای ماتریکسه و خیلی زود اونو به دیدن مردی که تا الان صداشو میشنیدیم یعنی مورفیوس میبرن. حالا یکی از مهمترین دیالوگ های کل سینما شروع میشه. مورفیوس به نئو میگه تو رو به اینجا آوردیم چون مطمئنا تا الان فهمیدی که این دنیا یه مشکلی داره، اما نمیفهمی مشکلش چیه و فقط با عقلت جور در نمیاد. دو تا قرص آبی و قرمز جلوش میگیره و میگه میتونی قرص آبی رو بخوری و با فراموش کردن همه چیز روی تختت بیدار شی، یا قرمز رو انتخاب کنی و پیش ما بمونی و حقیقت رو درک کنی. هیچ راه برگشتی هم ازش وجود نداره. نئو قرمز رو انتخاب میکنه و بعد خوردنش پیش بقیه اعضای تیم مورفیوس میرن. بهش توضیح میده که قرص قرمز جای واقعی تو توی دنیای خارج از ماتریکس رو مشخص کرده. حالا میتونی به حقیقت وارد شی و کم کم همه چیز براش عجیب میشه. آینه ها شبیه مایه میشن و یه رفعه توی جای عجیب و لذت چشماشو باز میکنه. نئو از یه مخزن بیرون میاد و با وحشت به هزاران مخزن دیگه نگاه میکنه که آدم های مختلف داخلشن و به همشون مثل خودش کلی شلنگ بس شده. یه رفعه شلنگ ها ازش جدا میشن و توسط جریان آب به جای میفته. بعد چند لحظه هم انگاری چند نفر با تناب درش میارن. وقتی دوباره چشماشو باز میکنه حسابی سردشه و کنار مورفیوس و اعضای تیمش رسیده. مورفیوس میگه به دنیای واقعی خوش اومدی و نئو خستگی بیهوش میشه. بعد مدتی بیهوش میاد و حالا لباس تنش کردن روی تخته. با
وحشت متوجه دستگاه مکانیکی پشت سرش میشه که شبیه سوکته و مورفیوس میاد پیشش. براش توضیح میده که اینجا سال 2199. تمام مدتی که فکر میکردی سال 1999 هست و زندگی میکردی فقط یه توهم بوده. اینجا می کشتی فضایی و من هدایتش میکنم. بعدم اعضای تیمش رو معرفی میکنه. ترینیتی، ایپاک، تانک و دوزر که برادرن، سایفر، ماس و در آخر هم یکی به اسم سویچ. بعدم برای درک بیشتر شرایط نئورو میشونن و دستگاهی رو وارد سوکت پشت سرش میکنن. خیلی درد داره و حالا خودش رو تو فضای سفید میبینه. مورفیوس هم میاد اینجا و بهش میگه دنیایی که تا الان توش بودی یه شبیه ساز کامپیوتری و اسمش هم ماتریکسه. چون دنیای واقعی نابود شده و همین لحظه محیطشون به دنیای ترکیده تغییر میکنه. مورفیوس میگه آدم ها در گذشته یه سری هوش مصنوعی ساختن، اما این هوش مصنوعی بیشتر از تصورشون قوی شد و در نهایت کنترل همه ماشین ها رو به دست گرفت. جنگ بین انسان و ماشین ها شروع شد و در نهایت ما مجبور شدیم عملیاتی انجام بدیم که ابرها جلوی خورشید رو بگیرن. اینطوری دیگه ماشین ها منبع انرژی خورشیدی نداشتن، ولی زمین هم خیلی سرد شد و کم کم از بین میرفتن. اما هوش مصنوعی قوی تر از این حرفا بود و یه منبع انرژی دیگه پیدا کرد، یعنی انسان ها. برای همین هم همونجا که توش به هوش اومدی رو ساخت و انسان ها رو اونجا نگه میداره، در حالی که از جسمشون تغذیه میکنن و روحشون رو توی ماتریکس زندانی کردن. این حرفا خیلی سنگینن و نوع وحشت زده نمیخواد باور کنه. تو واقعیت بیدار میشه و بعد بالا آوردن از خال میره. بعد مدتی به هوش میاد و مورفیوس حرفاشو ادامه میده. میگه که سالها پیش یه نفر توی همین دستگاه ها متولد شد که با همه فرق داشت. اون منجی دنیا بود و میتونست توی ماتریکس هر تغییری که دلش میخواد و بهش فکر میکرد و ایجاد کنه. اون اولین کسی بود که از ماتریکس فرار کرد و یکی از ماها رو بازمونده ها رو آزاد کرد. کم کم گروه اون بزرگتر شد، اما یه رفعه اون مرد اول جونش رو از دست داد. یه پیشگو هم عضوی از ماست و پیشبینی کرده که یه روز اون منجی برمیگرده و اون تنها کسیه که میتونه همه ماتریکس رو از بین ببره. با نگاه به نو میگه تو همون منجی، تو شخص برگزیده ای و قراره همه رو نجات بدی. وقتی نو سر حال میشه به دن تانک میره تا تمرینایی که لازمه رو شروع کنن. تانک برخلاف بقیه هیچ سوکتی رو سرش نیست، چون از همون اول توی دنیای واقعی متولد شده. با هم صحبت میکنن و تانک میگه آدمهای باقی مونده روی زمین یه شهر به اسم زایان ساختن که نزدیک به هسته زمینه، تنها جایی که هنوز گرم مونده. برام نئورو به دستگاهی وصل میکنه و با گذاشتن یه سری دیسک داخل اون درد شدیدی نئورو فرا میگیره. با هر کدوم از این دیسک ها یه سری سبک مبارزه مختلف از جمله کونگ فو به سالگی تو مغز نئو تعریف میشن و همه رو یاد میگیره. 10 ساعت به همین شکل میذاره تا تموم میشه و با به هوش اومدن نئو به مورفیوس میگه من الان کونگ فو بلدم. حالا دوتایی وارد فضای مجازی دیگه ای میشن تا چیزهایی که نو یاد گرفته رو تست کنن. حالا ای آدم عادی به مبارزی حرفه‌ای تبدیل شده و وسط تمرین مورفیوس میگه تو ماتریکس هیچ قانونی ابدی نیست، چون همش الگوریتم کامپیوتریه و به راحتی میتونه چیزی مثل جاذبه رو کنار بزنی. همین باعث میشه نیو با یکم تمرکز سرعتی بیشتر از حد پیدا کنه. برای تمرین بعدی خودشون روی برج میبینن. مورفیوس میگه ذهنتو آزاد کن و با کنار زدن جاذبه به راحتی به برج دیگه میپره. تو واقعیت اعضای تیم استرس دارن، چون هیچکی تا به حال نتونسته به راحتی این کارو کنه. اگه نو بتونه یعنی شخص برگزیده است. اما نو هم موقع پریدن سقوط میکنه و با افتادن روی زمین که حالت ژله گرفته تو واقعیت بیدار میشه. حالا از دهنش خون میاد و مورفیوس توضیح میده هر اتفاقی توی ماتریکس بیفته ذهنت اونو توی واقعیت سرت میاره. این یعنی مردن تو ماتریکس باعث میشه اینجا هم بمیری. دوباره وارد تمرین میشن. این بار کلی آدم دورشونن و مورفیوس میگه تو ماتریکس به هیچ کس اعتماد نکن، چون هر کدوم از آدم ها ممکنه جاشو به یکی از مامورهای ماتریکس بده، کسایی که وظیفه‌شون محافظت از اونه. خیلی هم حرفه‌ای‌ان و همه کسایی که باهاشون مبارزه کردن بدون شک مردن. پس تنها راه فرار کردنه. اما فرار دیگه کافیه و ما مطمئنیم تا اولین کسی میشه که میتونه اونا رو شکست بده، چون هر چقدر هم قوی باشن به هر حال ساخته ماتریکسن و قسمتی از یک کامپیوترن. یعنی اگه تو برگزیده باشی میتونی به راحتی همه ماتریکس و اونها رو تغییر بدی. به واقعیت برمیگردن و میفهمن یکی از ربات ها دنبال سفینه‌شون افتاده. سری فرار میکنن و به جایی میرسن که سفینه خاموش میشه. آماده زدن دکمه قرمزین و ترینتی توضیح میده این موج EMPه، تنها راه مقابله ما با ماشین ها. یه موج قوی که تا چند کیلومتر همه وسایل الکترونیکی رو از کار میندازه. موفق میشن دست ربات فرار کنن. نو با یکی از اعضا یعنی سایفر صحبت میکنه. سایفر میگه پشیمونم که چرا همون اول قرص آبی رو انتخاب نکردم. مورفیوس همیشه اعتقاد داره که شخص برگزیده میاد تا همه رو نجات بده، اما من مطمئنم الکیه و تو هم خودتو خسته نکن. حالا به مدتی قبل میریم. سایفر خودش وارد ماتریکس کرده و با یکی از مامورها داره حرف میزنه. مامور میگه پس قرارمون این شد،
تو مورفیوس رو تحویل ما میدی، ما هم بعد پاک کردن همه خاطراتت تو رو به عنوان یادم پولدار توی ماتریکس میذاریم. مشخص که سایفر حاضر هر کاری کنه تا واقعیت رو از ذهنش پاک بشه، حتی به قیمت جون دوستاش. به زمان حال میایم. نو همراه چند تا از اعضا وارد ماتریکس میشن تا با دوستشون یعنی پیشگو ملاقات کنن. وقتی میرسن مورفیوس میگه این پیشگو در مورد شخص برگزیده صحبت کرده بود. به منم گفت کسی هم که شخص برگزیده رو پیدا میکنم و اگه همه چیز درست باشه باید با دیدن تو بگه همون شخص تویی. منتظر نوبتشونن و نو با بچه های آشنا میشه که هر کدوم یه قدرت عجیب دارن. یکیشون با نگاهش یه قاشق رو خم میکنه و به نو میگه شگرد این کار اینه که باور کنی اصلا قاشقی وجود نداره و همش ساخته ماتریکسه. نو هم همین کار رو میکنه. بالاخره نوبتش میرسه و با دیدن پیشگو ازش میپرسه من اون شخص برگزیدم یا نه. پیشگو میگه من نمیتونم راهنماییت کنم، اگه باشی خودت میفهمی. میاد جلوتر و به نو میگه تو میدونی که چی میخوام بهت بگم مگه نه؟ نو میگه آره من برگزیده نیستم. پیشگو میگه اما مورفیوس تو رو باور داره و حتی جونش هم برای اثبات این کار میذاره وسط. یه روز شرایطی پیش میاد که باید بین خودت و اون یکی رو انتخاب کنی. یه کلوچه هم به نو میده و اونم از خونه خارج میشه و دم در یه گربه سیاه میبینه. با نگاه بهش میگه اه دژاوو. دژاوو این هست که شما توی واقعیت چیزی رو میبینی و حس کنی قبلا اون صحنه رو تجربه کردی. همه رفه میترسن و هول میکنن. ترینیتی میگه دژاوو یه مشکل یا گلیچ توی ماتریکسه و وقتی پیش میاد که ماتریس یه چیزی رو خود به خود تغییر بده. همین لحظه میفهمن راه خروجشون از ساختمون با آجر بسته شده و یعنی مامورها پیداشون کردن. یکی از اعضا یعنی ماوس با حمله مامورها کشته میشه. تنها راهی که بشه از ماتریکس فرار کرد تماس گرفتن با یکی از دنیای واقعی و مامورها برای جلوگیری از فرار همه سیم‌های ساختمون رو قطع میکنن. تانک از دنیای واقعی راهنماییشون میکنه تا توی دیوارها قایم شن و سایفر کسی که جای همه رو لو داده بود با یه عدسه مثلا اتفاقی جارو لو میده. پلیسی که اونجاست به دیوار شلیک میکنه و یهو تبدیل به یکی از مامورها میشه. سری میاد جلو نیو رو میگیره. مورفیوس با دیدن صحنه دیوارو میشکنه و با مامور درگیر میشه و ترینیتی و نیو از همین لحظه استفاده میکنن و فرار میکنن. سایفر مثلا پاش لیز میخوره و با جلو شدن از اعضا تلفنی برمی‌داره و تو واقعیت پیش تانک به هوش میاد. برادر تانک هم یعنی دوزر همینجاست و وقتی حواسشون نیست سایفر خائن با اسلحه‌ای بهشون حمله میکنه. اول دوزر رو میکشه و میره توی ماتریس و ترینیتی تلفن رو پیدا کرده. اما هرچی زنگ میزنه کسی از سفینه جواب نمیده و در آخر سایفر برمی‌داره. به جای بیرون آوردنشون میگه که چقدر از مبارزه توی ماتریس خسته شده. وسط حرفشون هم سیم یکی از اعضا یعنی ایپاکو از سرش جدا میکنه و باعث میشه هم توی ماتریکس هم واقعیت بمیره. میره سمت نیو تا کار اونم تموم کنه و تانک که هنوز زنده مونده و فقط زخمی شده با اسلحه از پشت شکستش میده. بعدم با دادن کد خروج به ترینیتی موفق میشه اون و نیو رو از ماتریکس بیرون بکشه. این در حالیه که مورفیوس توسط همه مامورها دستگیر شده و دارن بازجویی میکننش. مامور اصلی خودش رو به اسم اسمیت معرفی میکنه و انگار رئیس بقیه است. برای مورفیوس میگه اولین ماتریکس که ساخته شد مثل بهشت بود. یه دنیای عالی که هیچ مشکلی توش نبود و همین باعث میشد آدم ها بفهمن الکیه. برای همینم هم توی واقعیت هی بیدار میشدن و مجبور شدیم یه ماتریکس داغون بسازیم. آدم ها دنیایی رو باور دارن که توش هی مشکل پیش میاد و نمیتونن به هدف ها برسن. آمپولی به مورفیوس میزنن و اسمیت میگه به محض تاثیرش همه چیزی که میخوایم خودت اعتراف میکنی. توی واقعیت تانک تازه برادرش هم از دست داده خیلی ناراحته. ترینیتی و نیو هم با نگرانی به مورفیوس نگاه میکنن که هنوز توی ماتریکس مونده و وضع جسمش هم خوب نیست. تانک میگه که مامورها کد ورود به شهر زایانو میخوان، تنها جایی که آدمها توی دنیای واقعی هن و اگه اون کد به دست ماتریکس بیفته همه ماشین ها رو تو واقعیت سمتش میفرستن تا آدم ها نابود شن. بعدم میگه ما باید کابل مورفیوس جدا کنیم و قبل لو دادنش بکشیمش وگرنه همه نابود میشیم. اما قبل این کار نو میگه که من میرم توی ماتریکس و مورفیوس رو نجات میدم. حرف که پیشگو زد رو هم تعریف میکنه، اینکه گفته بود به زوری مجبوره بین جون خودش و کس دیگر رو انتخاب کنه و الانم همون لحظه است. میگه اگه جون خودم رو بذارم وسط مورفیوس زنده میمونه. ترینیتی میگه اما تو شخص برگزیده ای و نو اعتراف میکنه که پیشگو چیزی در این مورد نگفته. پس جونش ارزش خاصی نداره و اینطوری حداقل مورفیوس رو نجات میدن. ترینیتی هم به شرط اینکه همراهش بیاد قبول میکنه و دوتایی وارد ماتریکس میشن. نو به تانک میگه کلی تفنگ میخوایم و اول کلی سلاح در اختیارشون قرار میگیره. ترینیتی هنوز مردد و به نو میگه ولی هیچکی تا به حال این کار رو انجام نداده. نو هم میگه واسه همینه که قطعا نتیجه میده چون انتظارشو ندارن. بیریم به ماتریکس و داره دارو اثر میکنه.
مأمور اسپین بقیه رو از اتاق میفرسته بیرون و با خاموش کردن بیسیمش به مورفیوس میگه من از این دنیا متنفرم، میخوام هر جوری هست نابودش کنم و حتی خودم هم نابود شم و برای این کار باید کد ورود به زایان رو لو بدی. این در حالی که ترینیتی و نمو به ساختمون میرسن و با تیراندازی خیلی خفن طبقه ها رو دونه دونه میرن بالا. به جایی میرسن که بالاخره یکی از مامورها سر رسیده و جلوی نیو وامیسته، مامور که از همه گلوله ها جا خالی میده و هیچیش نمیشه. حالا مامور شلیک میکنه و نیو به شکل عجیبی چند بار جا خالی میده، اما در آخر با شلیک گلوله‌ای به پاش میفته زمین. مامور میره بالا سرش، اما قبل شلیک ترینیتی سر میرسه و با شلیک به سر مامور نیو رو نجات میده. با تعجب از نو میپرسه که چجوری تونستی این کارو بکنی؟ تو شبیه همون داشتی تکون میخوردی، اما نمو جوابی نداره و با استفاده از هلیکوپتری به سمت بالاترین طبقه برج میرن. اتاقو به گلوله میبندن و مورفیوس با پریدن از پنجره و کمک نو نجات پیدا میکنه. وقتی همه چیز آروم شده، نو به مورفیوس میخواد اعتراف کنه که پیشکو چه حرفی بهش زده. بهش میگه پیشکو به هم گفت، اما مورفیوس حرفشو قطع میکنه و میگه پیشکو دقیقاً حرفیو به زد که باید میشنیدی. تانک بهشون کد خروجو میده و برای استفاده ازش باید از تلفنی توی ایستگاه مترو استفاده کنن. اونا هم سمتش میرن، مورفیوس و ترینیتی خارج میشن، اما قبل خروج نو مامور اسمیت سر میرسه. با شلیک به تلفن نقشه رو خراب میکنه. ترینیتی اینو میفهمه و توی دنیای واقعی میگه نو فقط فرار کن. اما نو میخواد اول مقابله کنه. اولین انسانی که به جای فرار از مامورهای باتریس جلوشون وایساده و مبارزه وحشیانه شکل میگیره. نو موفق میشه مامور بنداز جلوی قطار، اما اون که هیچیش نشده از توی قطار دوباره ظاهر میشه و میاد بیرون. نو این بار فرار میکنه. توی واقعیت مورفیوس و تانک میفهمن یه سری از ربات ها هم دارن به سفینه نزدیک میشن. مجبورن از دستگاه EMP استفاده کنن، اما ترینیتی میگه اگه این کارو کنید نو هم جونشو از دست میده چون هنوز به کامپیوتر وصله. مورفیوس میگه نگران نباش، اون پسش برمیاد و قبل این کار میاد بیرون. تانک به نو وصل میشه و براش توضیح میده که از چه تلفنی برای خروج استفاده کنه. اون هم سمت تلفن میده و از همه طرف مامورها دنبالشن. بالاخره مقصد میرسه، اما توی اتاق مامور اسمیت منتظره. بدون مکس به سینه نو شلیک میکنه و اونم با دیدن خون روی قفسه سینه شوکه میشه. مامور 8 بار دیگه هم بهش تیر میزنه که همه چیز تموم شه و بالاخره نو میفته زمین. مورفیوس توی واقعیت این صحنه رو میبینه و میگه غیر ممکنه، چون قلب نیو متوقف شده و یعنی شخص برگزیده نبوده. ربات ها به سفینه رسیدن، دارن بهش شلیک میکنن. ترینیتی بالا سر نو و حرف پیشگو رو به یاد میاره. پیشگو به ترینیتی گفته بود یه روز عاشق میشی، عاشق فرد برگزیده، و به نو میگه پس تو نباید بمیری چون من عاشقتم و تو قطعا برگزیده‌ای. میبوستش و ضربان قلب نو برمیگرده. توی ماتریس نو از جاش بلند میشه. مامورها شلیک میکنن و نو فقط با حرکت یه دست همه گلوله ها رو متوقف میکنه. به راحتی و تنها با یه دست میتونه جلوی تمام حرکات مامورها رو بگیره، چون تمام حرکاتشون رو میتونه پیش بینی کنه. یه دفعه به شکلی عجیب وارد بدن یکیشون میشه و توی چند ثانیه همه کدهای درون رو به هم میریزه و میپاچونتش. بعد این دو طرف تلفن و به محض به گوش اومدن تو دنیای واقعی موج EMP فعال میشه و ماشین ها هم خاموش میشن. همین فرصت هم کافیه تا سفینه راه بیفته و دستشون در برن و نئو هم ترینیتی رو میبوسه. سکانس آخر فیلم نئو رو نشون میده که ماتریکس برگشته تا مأموریت جدیدی انجام بده و مردم رو از ماتریکس نجات بده، و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم ماتریکس توی قالب علمی تخیلی میاد، یه حقیقت رو به ما میفهمونه که بارها و بارها در مورد صحبت‌های مختلف شده و هر سری هم یه سری فکت جدید در مورد دنیا پخش میشه که همه‌شون به ما دارن ثابت میکنن آقا شما توی ماتریکسید. حالا چه ما بخوایم از این ماتریکسی صحبت بکنیم که همه دنیا علکی باشه، چه ماتریکسی که میشه گفت سیستم‌های مختلف برای زندگی انسان‌ها ساختن تا توی لوپ یا چرخه گیر بکنن و نتونن به اون سعادت و زندگی آزاد برسن. اگه بخوایم لحاظ فلسفی نگاه بکنیم، خب همون برداشت اول خیلی مهمه، اینکه میشه گفت تمام دنیای ما تخیلیه، خیلی چیزهای مختلفی رو دارن به ما میگن، از جمله همین دژاوویی که توی فیلم هم بهش اشاره میشه و اینو توی فیلم هم یک گلیچ توی ماتریکسه، یک اشتباه توی ماتریکسه. تو واقعیت هم میگن که همچین اتفاقی وقتی که میفته، یعنی واقعا یه چیزی توی ماتریکس داره تغییر میکنه و برای همین یک لحظه شما یک چیز قدیمی رو دوباره تجربه میکنید یا یه چیزی رو حس میکنید که قبلا دیدید و دوباره میبینیدش. یه بار دیگه من این کتاب جهان هولوگرافیکو بهتون معرفی کرده بودم و بازم میگم اگه از این زمینه ماتریکس خوشتون میاد حتما یه بار بخونید، به خاطر اینکه چیزهای جالبی توش گفته میشه در این زمینه و خیلی قشنگ با مغز آدم بازی میکنه و باعث میشه زندگی رو جور دیگه‌ای نگاه بکنید.
اما خب جمله مهم اینه که آقا اگرم ماتریکس باشه، اگر 100% هم باور داره که هیچ کس نمیتونه این حرفو بزنه، ولی اگه شما 100% باور پیدا کردید دنیا یک بازیه، دنیا الکیه، دنیا همش یه واقعیت مجازیه، بازم نباید خودتون رو ببازید. حتی اگه به این شکل هم باشه، باز شما جایی هست که بخواید توش تلاش بکنید. اگر همه چیز الکی باشه، اگر همه چیز یه بازی باشه، این بازی تهی داره، یه راهی داره که شما بتونید توش برنده بشید. پس دلیل بر این نمیشه که جون خودتون رو بگیرید یا از زندگی ناامید بشید که برای هیچی تلاش نکنید. به هر حال باید برای اون سعادتمندی تلاش کنید، حالا هر چقدرم سخته، هر چقدرم توی یه ماتریس گیر کرده باشید. فهمیدن سراغ اون برداشت دومی که گفتم، اگر نخواهید فلسفی بهش نگاه بکنید و بخواید اجتماعی بهش نگاه بکنید، به همون اصلی میرسیم که سیستم‌های مختلف برای ما یک ماتریس درست کردن. ماتریسی که شما مجبوری از اول زندگی تا لحظه مرگ هی تلاش بکنی، هی بدوی، هی نرسی و هی بیشتر تلاش بکنی. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه سودی که برای اون سیستمه دارید. شما دارید برای اون سیستم کار میکنید، دارید توی اون سیستم جون میکنید، به امید آرزوهای خودت این کارو میکنی، اما در اصل داری به اون کمک میکنی که به هدف خودش برسه. وقتی که شما مثلا یه کارمند دولتی و هی کارتو، تایم کارتو بیشتر میکنی، به جای 7 ساعت میری 12 ساعت کار میکنی تا پول بیشتری در بیاری، اون 5 ساعت 4 ساعت اضافه ای که اونجا موندی داری به اون سیستم لطف میکنی، داری برای اون سازمان دولتی کار میکنی و کار اونو داری انجام میدی. در اصل همه چیز برای اون انگاری گذاشته میشه و این هستش که میگن انگاری دولت ها یه دونه ماتریکس برای ما تولید کردن. به هر شکل، در هر صورتی بخواید نگاهش بکنید، ماتریکس چیز عجیبیه و به نظر من خب وجود داره. یعنی وقتی که میبینی یه کاریو داری بیشتر از یک سال انجام میدی و هنوز جای همون قبلی یک سال پیشتی، بدون داری توی یه لوپ میچرخی، داری همش یه کار تکراری رو انجام میدی و نتیجهش 20 سال دیگه هم قرار همین باشه، مگر اینکه حداقل یه تحصیل کوچیکی توی یک سال بعدی تست کنی و بدونی که زندگیت یه تغییری کرده و اون موقع است که میفهمی کار درست انجام بدی. نمیگم همه این کارو باید انجام بدن، شاید یه سری‌ها نتیجه خیلی بدی ازش بگیرن، من نمیتونم پیشنهاد بدمش، ولی دارم میگم که اگر شرایطش رو دارید و قابلیت اینو دارید که با هر سختی کنار بیاید، هیچ وقت تو ماتریس گیر نکنید، چون اون موقع است که تمام هدفاتون به فنا میره. دیگه هیچ وقت وقت نمی‌کنید دنبال اهدافتون برید و این واقعا وحشتناکه، چون خودم گیرش افتادم. بریم سراغ این که فیلم چرا انقدر فیلم مهمه. این فیلم میاد ایدئولوژی کلن ماتریکس بودن یا دنیای واقعیت مجازی رو توی ذهن خیلی از دانشمندا و خیلی از فیلمسازها میکاره. این خیلی جالبه، یه بار دیگه هم گفتم، 4 سال اخیر قرن 20، یعنی سال 1995 تا 1999 سالهایی هست که اوج سینمای هالیووده به نظرم، و اکثر فیلم‌ها که تو این دوره میاد، مثل طبقه 13، مثل تورومن شو، مثل ماتریس، همشون مال همین سال‌ها هستن و انگار یه بیداری خیلی بزرگ بین آدم‌ها تو اون دوره شکل گرفته و من به نظرم اصل طلایی هالیوود میشه. این دوره فلسفه میاد با سینما ترکیب میشه و یه ترکیب خیلی خوشمزه و خفن هم میسازه که تا نسل‌های بعدی، تا قرن‌های بعدی به نظرم ازش به درستی یاد میکنن و همه قدردان این دوره. ماتریکسشون بوده که همه سیستم‌ها نقطه ضعف دارن، هر چقدر هم خفن و قوی باشن بازم میشه ازشون فرار کرد و فقط کافیه که این قدرت رو باور بکنیم. حالا این حرفا رو من میزنم، این حرفا بارها و بارها از افراد مختلف زده میشه، توی اینستاگرام، یوتیوب، همه جا میخونید و همیشه میگن که قرص آبی رو میخواید یا قرص قرمز رو؟ میخوای به همین رویا و توهم ادامه بدی یا به واقعیت بیای و دیگه هیچ وقت نتونی برگردی؟ اگه اون قرص قرمز رو انتخاب بکنی و بخوای تو واقعیت بیای، با حقیقت مبارزه کنی، واقعا زندگی سختی داری، چون همه چیز دیگه وقتو میره رو مخت. اینکه زندگی آدمای عادی رو میبینی که اصلا به فکر این قضیه نیستن، همون قشر خاکستری که همیشه و همون زندگی کارمندی و روزمرهشون قانعن، به یه روتین خیلی عادی میگذرونن همه چیو و هیچ وقت هم باهاش مقابله نمیکنن، هیچ وقت مخالفش قدمی بر نمیدارن. وقتی اینها رو میبینی و خودت تصمیم گرفتی توی واقعیت باشی، خیلی وقتا میره رو مخت و ممکنه ناامید بشی، به اینکه منم میخوام مثل اونها باشم، اما نباید این کارو انجام بدی، چون به هر حال قطعا یه روز نتیجه خوبش رو میگیری. وقتی که تو انتخاب کردی آزاد بشی، آزادی هم تو رو انتخابت میکنه و بگه جایی میرسونید که حتی نمیتونی تصورش بکنی. حالا خروج از ماتریکس میتونه استفاده دادن از یه کار خیلی مسخره و چرت باشه، واسه الان تو روی یه رئیسی باشه که همیشه تو رو محکومت میکنه و هیچ وقت ارزشتون نمیبینه،
میتونه تموم کردن یه رابطه باشه، میتونه خروج از خانواده خیلی سمی و مستقل شدن باشه، میتونه هزاران چیز مختلف باشه. و این تویی که تصمیم میگیری اولین قدم برای خروج از ماتریکس چیه. برای همتون آرزو میکنم یه روز به شرایطی برسید و زندگیتون طوری بشه که بتونید این کارو انجام بدید یا شرایطش خودتون بسازید، چون قطعاً لیاقت همتون خیلی بیشتر از اینه که توی روتین گیر بکنید که همه تو سرتون بزنن و همش دنبال هدفایی با دوید که هیچ وقت قرار نیست بهشون برسی. لیاقت همتون اینه که تمام آرزوهاتون رو در آغوش بگیرید و شب با خیال راحت بخوابید. همین، مرسی به حرفام گوش دارید. می‌خواستم در مورد ماتریکس صحبت کلی بکنم چون خیلی فیلم مهمیه و قطعاً توی نسخه‌های بعدیش بیشتر در موردش حرف بزنیم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.